سلام رفقا، به پلاتو خوش اومدین. توی این ویدیو اعتراف تتلو به اعتیاد و عذرخواهی اون برای همه کارهایی که تا الان انجام داده رو داریم. حتی فراتر میره و میگه حاضر خودش رو تسلیم دولت ایران کنه تا شاید ببخشنش. اما این عذرخواهی دلیل داره که در ادامه براتون میگم ماجرا چیه، پس با من باشین. اما قبلش لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین تا بقیه ویدیوها رو از دست ندین. اگر بارها از زبون تتلو اعتراف به اعتیاد رو شنیدین یا بعضی وقتا برای فوشاش و اظهار نظرهای جنجالیش عذرخواهیش رو دیدین، باید بگم این داستان از طرف تتلو دوباره تکرار شده، ولی این دفعه با همیشه فرق میکنه، چون اون شدیداً تو دردسر افتاده و از ایران خبرهای بدی به گوشش رسوندن. هفته پیش بود که تتلو با تهدید به خودسوزی به کنسولگری ایران در استانبول رفت تا پاسپورت خودشو بگیره. تتلی تیارم دنبال خودش راه انداخت تا اونا شاهد این باشن که اگر تتلو رو به کنسولگری راه ندادن، اون با یه پیت بنزین خودشو میسوزونه. خلاصه تتلو به وعده خودش عمل کرد و به کنسولگری رفت و بعد از مدت کوتاهی بیرون اومد و وقتی تتلی تیا از اون در مورد پاسپورتش پرسیدن، اون این جوابو داد. والا نه هنوز گفتن پتو داری فلان باید استعلام گدا محفظ باشی. کنسولگری ایران اسمی از تتوهای تتلو نیاورد و فقط توضیح داد که چون تتلو خواسته مستثنا باشه، تصمیم در مورد پاسپورت تتلو به عهده تهرانه و فقط مرکز میتونه حرف آخر رو بزنه. تتلو خودش بارها گفته که اگر اینقدر اصرار داره که باید هرچی سریع‌تر پاسپورت ایرانو بگیره، برای اینه که اون نمیتونه برای کنسرت توی کشورهای مختلف از ترکیه خارج بشه و این ماجرا براش ضرر مالی داره. ولی چیزی که واضحه، ترکیه هم خیلی جای امنی برای تتلو نیست و اون سابقه زندان رفتن توی این کشور رو هم داره. از طرفی دولت ایران هم بارها حکم جلب اونو صادر کرده که هیچ بعید نیست یکی از همین حکما یه روزی کار دستش بده و دولت ترکیه اونو دو دستی تحویل ایران بده. داشتن پاسپورت برای تتلو خیلی الزامیه. با این همه به هر دلیلی که هست، اینطور که به گوش تتلو رسیده، انگار دولت ایران تصمیم گرفته فعلا پاسپورتی به تتلو داده نشه که همین تصمیم باعث میشه اون برای به دست آوردن رضایت دولت ایران به همه چی اعتراف و برای کارهای کرده و نکرده عذرخواهی کنه. حتی پیشنهاد همکاری دوباره میده تا شاید یکی از اینا افاقه کنه و تتلو هم پاسپورت دار بشه. تتلو عذرخواهیشو اینطوری شروع میکنه و مینویسه: 1. من تحت تأثیر مواد یا مشروبات الکلی یا فشار و استرسایی که به هم وارد میشه، بعضی وقتا صحبتهای نامربوطی میکنم که دست خودم نیست. 2. علاوه بر این که خودم در شرایط مغزی درستی وجود ندارم، کلی چنلای فیک هستن که تازه با تقلید صدای من پیازداغشو زیادم میکنن. 3. من صرفاً یه خواننده عادی هستم که بعضی وقتا دچار توهم میشم و فکر میکنم که رویاهای مغزم واقعی هستن. بعد به همون موردی که سفارت ایران بهش گیر داده اشاره میکنه، یعنی تتوهاش که مشکل اصلی پاسپورتش شده، پس مینویسه: و در آخر هم تو فکر کن اصلا کل بدنم رنگ شه. مثلا که چی؟ این همه آدم تتو میزنن، منم تتو میزنم، منتها من هم تتو زیاد میزنم و هم فیلم سینمایی زیاد میبینم، خودم هم غرق شدم تو داستانایی که ساختم. بعضی موقع یه فاز گنگ میگیرم، همه رو فوش میدم، در صورتی که من کلن هیچی نیستم، کلن 70 کیلوام، به درد نخور، سیگاری معتاد. اما مینویسم دیگه، مغزم فشار میاد، اینجوری خالی میشم، مستقیم که به کسی فوش نمیدم رو در رو، پسر با ادبیم کلن. خلاصه میرم بالا فوش میدم، میام پایین میگم ببخشید، دست خودم نیست،
20 بار به خودم و به کسایی که دوستشون دارم قول دادم نکنم، ولی باز میکنم. از امروز سعی میکنم که بیشتر خودم رو کنترل کنم، کمتر بنویسم، کمتر رویا ببافم و اگرم رویایی بافتم پیش خودم بمونه و ذهن بقیه رو با چیزایی که واقعی نیست درگیر نکنم. این آهنگا و شعرها نمیدونم از کجا میاد. واقعیتش من هرچی به ذهن کجم میرسه و فکر میکنم مردم دوست دارن مینویسم و میخونم. قصدم ناراحت کردن کسی نیست. خلاصه که من احساس میکنم یه بدن رنگی هستم که هر کی هر چی به دستش رسیده روم کشیده و هیچ تمرکز و تسلطی روی زبانم و حرفام ندارم و این میتونه به خاطر آسیبایی باشه که توی زمان بچگیم به وارد شده. میتونه به خاطر زندان و استرس‌ها باشه یا حتی به خاطر از دست دادن پدرم تو شروع جوونی. خواهش میکنم که منو ببخشید و بدونید من مشنگی بیش نیستم که غرق در توهمات خودش داره موزیک میسازه براتون. تتلو بعد از کلی عذرخواهی و پشیمونی برای صحبتاش به آهنگ قهرمان اشاره میکنه که یک پروژه سفارشی بود. قهرمان. آره. برای قهرمانامون، برای همه قهرمانا، میتونه کسی باشه که مدافع حرم از حرم دفاع میکنه، میتونه کسی باشه که توی عرصه‌های ملی داره فعالیت میکنه. تتلو با یادآوری آهنگ قهرمانش سعی میکنه یه جوری رضایت پاسپورتو بگیره. پس با قول آهنگهای سفارشی یا به قول خودش آهنگهای ملی جلو میاد تا شاید بتونه با خوندن آهنگ رضایتو بگیره. قبلنم گفته بود که از این طریق میتونه مجوزهای لازمو بگیره. برای کار خودم توقع ندارم به مجوز بدن، ولی خب برای کار ملی توقع دارم که مجوز بدن و میگیرم و کارو انجام میدم. برای این آهنگای ملی که خوندی مجوز پخش داری که بتونی انتشار بدی کارا رو؟ به هر حال کسی که رفته روناب یه مجوزی بوده دیگه، اگه نمیخواست که الان شما هم میرفتی. نه، مجوز روناب یه بخش، مجوز کاست دادن اون آهنگ بیرون یه بخش. نه، دیگه اینجا بخش من نمیدونم راستش رو بخوای. ما یه کار میخوایم برای یه جا انجام بدیم، میریم همون هم انجام میدیم دیگه، پکیجمون رو ارائه میدیم و اگه خدا بخواد انجام میشه، خدا نخواد هم انجام نمیشه. این روان پس ادامه داره اینجور کارهای ملی ساختن؟ ایشالله اگه به درد بخوریم بله. در مورد اینکه چرا تتلو به آهنگ قهرمان اشاره میکنه، خودش تفره میره و چیز دیگه ای میگه. حتی ادعا میکنه میخواد تسلیم بشه و همه چی رو در اختیار دولت بذاره تا اونا تتلو رو کنترل کنن. اون مینویسه اینو من نذاشتم، ادمین گذاشت. من این آهنگو خوندم برای قهرمانای کشورم، برای جوونایی که میتونن مثل من وابسته و سیگاری و معتاد نباشن، میتونن قهرمان چن و ما بهشون افتخار کنیم. دلیل نمیشه اگه من به عنوان یک خواننده آهنگ قهرمان بخونم یا به عنوان یک بازیگر نقش یک قهرمانو بازی کنم واقعا قهرمان باشم. تاثیر مواد اینجوریه، بعضی موقع فکر میکنی رویاهات واقعین. میدونم درست نیست آدم هرچی به ذهنش میرسه رو بنویسه، اما اونم دست من نیست، واقعا دست من نیست. من معذرت میخوام برای هر چرتی که گفتم و میگم و اگه یه وقت بازم تو حال خودم نبودم گفتم. کلن همه از دستم آسی شدن. من حاضرم خودم رو تحویل بدم، موبایلم هم تحویل بدم. خودتون یه جایی نگه هم دارین که بشه کنترلم کرد. من تصمیم گرفتم واقعا موادو بذارم کنار که کمتر آبروریزی کنم و کمتر چرت بگم. تصمیم گرفتم واقعیت زندگی رو بپذیرم که من سالهاست پاهامو از دست دادم و جاش صدا به دست آوردم. درسته که من تمام زمانم رو کارم میذارم و آهنگام هوادارای بیشتری دارن، این درسته، اما دلیلش چیه؟ دلیلش رو همون اول گفتم، چون من همه زمانم رو به کارم اختصاص میدم و وقت بیشتری میذارم. پس هر کس دیگه ای میتونه مثل من باشه و زمان زیاد برای کارش بذاره و حتی از من جلو بزنه. پس من موجود خارق العاده ای نیستم، فقط مواد که میزدم احساس میکردم خیلی گندم. الان کلم خالیه، فهمیدم تو توهم بودم. حالا هواداران میخوان ناراحت شن، میخوان واقعیت رو قبول کنن. واقعیت اینه که من تحت تاثیر مواد بودم خیلی وقتا و مشکلات روانی برام پیش اومده که به خاطر اتفاقاتی بوده که تو ایران برام افتاده، جوری که الان توی یه کشور دیگم، ولی همه جای خونم رو دوربین گذاشتم و حتی برای مواد کشیدن خودم زیاد مواد نمیگرفتم از ترس پلیس. هنوز توهم دارم هر لحظه میخوام بریزن تو خونم و بگردن.
نظر شما در مورد صحبت‌های جدید تتلو چیه؟ این صحبت‌هاش و خوندن آهنگای سفارشی میتونه باعث گرفتن پاسپورت بشه یا نه؟ حتما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. از شما هم ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین.